سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. ختن به بریدن پوست سر آلت مردانه میگن، که البته تأثیری بر حس جنسی مردان نداره، جزو احکام واجب و تأکید شده در دین اسلام و دین یهود هست. اما در حقیقت این عمل از ابتکارات ادیان نیست، بلکه قدمت اون به پیش از پیدایش ادیان برمیگرده و از کهن‌ترین اعمال جراحی بشر محسوب میشه. ختنه پیشینه‌ای قدیمی‌تر از ادیان دارد و در بسیاری نقاط جهان، از جمله در میان بومیان استرالیا یا در آفریقا، از بیش از 5000 سال پیش مرسوم بوده. آثار باستانی به جا مانده از مصر درباره ختنه متعلق به 2300 سال قبل از میلاد است. برای عمل ختنه میشه 3 تا دلیل پیدا کرد. ختنه به عنوان آیین سنتی، به عنوان حکم دینی و به عنوان روش پزشکی. ختنه به عنوان آیین سنتی در آفریقا و آسیا و بومیان استرالیا هم دیده میشه. عده‌ای با مذاهب مختلف که در واقع آیین ختنه جزو رسوم قبیله‌ای و نژادیشون هست. اینکه هزاران سال پیش هدفشون از این کار چی بوده معلوم نیست. اگه آیین سنتی هندوون خوردن شب یلدا باشه، خب خیلی هم خوبه. اما این که به عنوان آیین سنتی بچه هاتون رو بندازید زیر چاقو و تیغ جراحی اصلا پذیرفته نیست، چون این عملی باید توجیه پزشکی داشته باشه. اما در بحث ختنه به عنوان آیین سنتی باید به ختنه زنان هم اشاره کنیم. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، در حال حاضر بیش از 200 میلیون زن و دختر در دوران کودکی تا نوجوانی ختنه شدند. زایده تناسلی زنان موسوم به کلیتوریس مملو از سلولهای گیرنده شهوت هست. بخشی از اون رو در عمل ختنه زنان می برند تا حس شهوت رو در زنان کاهش بدن. برخلاف ختنه مردان، این یک جور ناقص سازی جنسی محسوب میشه. و این عمل فجیع تحت توجیه عفاف زن و این حرفا صورت میگیره، با این هدف که کاستن از حس لذت زن موجب وفاداری او به مردش میشه. این رفتار در افریقا و خاورمیانه و بخش‌های دیگه آسیا متاسفانه هنوز وجود داره. اما ختنه از نظر پزشکی گفتیم که تأثیری در جهت تغییر حس جنسی نداره، نه اون رو بهتر میکنه و نه بدتر. اما از نظر ابتلا به بیماری های مقاربتی، ختنه احتمال برخی از بیماری ها رو کم میکنه، مثلا احتمال آلوده شدن به HIV و یا تبخال تناسلی رو کم میکنه و در کودکان هم احتمال عفونت ادراری رو قدری کاهش میده. اما از اون طرف احتمال خونریزی و التهاب در اثر عمل ختنه وجود داره و در کودکان هم درد و ترس و افسردگی و مشکلات سلامتی و روانی بسیاری رو هم ایجاد میکنه. نکته مهم اینه که توصیه پزشکی ممکنه در یک فرهنگ، در یک جامعه، با توصیه به یک جامعه دیگه متفاوت باشه. ممکنه علم یک جا بگه ختنه کن خوبه و جای دیگه بگه ختنه نکن بده. خب واقعیت اینه که اگه انسانی بهداشت رو در حد متعارف رعایت بکنه، ختنه بودن یا نبودن هیچ فرقی نداره. وقتی فرقی نداره، توصیه پزشکی اینه که ختنه نکن. به هر حال تا دلیل منطقی نباشه، نباید انسان خودش رو زیر چاقو بندازه. مثلا کسی که یک غلطی میکنه و خودش رو در معرض ابتلا به HIV قرار میده، باید بهش توصیه کرده که قبل و بعد از اون غلط اضافه کردن حموم بره. یک شستشوی ساده با آب و صابون به مقدار زیادی خطر ابتلا به HIV رو کم میکنه و در زمان بین این دوتا حموم رفتن، در تمام مدت ببخشید از کاندوم استفاده کنه. او چون این رعایتی میتونه خطر ابتلا رو به نزدیک صفر برسونه، چه طرف ختنه باشه و چه نباشه. اما از اونجا که مردم در برخی از فرهنگ ها عادت به رعایت بهداشت ندارند، مثلا در کشورهای آفریقایی که هم سطح بهداشت پایین هست و هم میزان شیوع ایدز زیاد هست، توصیه بر ختنه کردن مردان هست.
تا احتمال آلوده شدن به HIV به نصف کاهش پیدا کنیم. در سالهای اخیر پژوهش‌ها نشون داده که احتمال ابتلا به ویروس HIV در بین مردهایی که ختنه شدن نصف مردهایی هست که این عمل را انجام ندادن. سازمان جهانی بهداشت 14 کشور بسیار آلوده از نظر ایدز را به اجرای برنامه‌های همگانی ختنه مردان تشویق کرد. ختنه در این مرکز با استفاده از روش‌های پیشرفته و بی‌درد انجام می‌شود و تنها 5 تا 7 دقیقه طول می‌کشد. مردان بزرگسال را تشویق می‌کنند که ختنه کنند بدون درد و خونریزی و تشریفات و همچنین یه ختنه مجلسی و جمع جور. در هر صورت اینکه به جای رعایت بهداشت بیاییم و بگیم با عمل ختنه و بریدن اون تیک پوست احتمال آلودگی کمتر میشه، خب بله، اگه بقیهش رو هم ببرید احتمال بقیه بیماری ها هم کمتر میشه. آخه این که راهش نیست. هر آنچه از منفعت پزشکی که برای عمل ختنه بتونیم بشمریم همه با رعایت بهداشت بدون نیاز به ختنه هم قابل دستیابی هست. و اما ختنه به عنوان حکم دین، از نقاشی های باستانی مصر تا اجساد مومیایی شده مصریان نشون میده که ختنه در مصر باستان مرسوم بوده و میدونیم که دین یهود کاملا از مصر باستان تأثیر گرفته. در تورات ختنه به عنوان درخواست خدا و عهد خدا با قوم یهود مطرح شده. که ابراهیم از خداوند خواست که ذریه او رو قوت ببخشد، نسل او ادامه پیدا کنند و خداوند هم به او قول داد که این کار رو بکنه، ولی یه قولی هم از اونها گرفت. میدونم قول چی بود؟ قولی که از پیروان ابراهیم و موسی گرفت این بود که شما هم برید و خودتون رو ختنه کنید. و در دین توصیه میشه که هرچه زودتر فرزندان رو از همون بچگی ختنه کنند. در مسیحیت در قدیم عمل ختنه جزء آیین مقدس بوده و برگرفته از دین یهود به شمار میومد. اما بعدها با ایجاد اختلافات میان ادیان یهود و مسیحیت رفته رفته ختنه از دین مسیحیت حذف شد. در نگاه دین ظاهراً خداوند بدون هیچ مشکلی تمام کائنات و عالم هستی رو برپا کرده، بی هیچ نیازی بهترین خلقت ممکن رو بر عرصه وجود هستی رقم زده. اما من نمیدونم چرا این تیک پوست اضافه رو هر کاری کرده نتونسته برش داره. خداوند دست به دامن انسان شده و از انسان عهد و پیمان گرفته که حتما بعد از تولد خود انسان این پوست اضافه رو ببره تا بلکه خلقت خداوند بی نقص بشه و بشه و تبارک الله و احسن الخالقین. او پدر و مادری که از روی ذوق و محبت تلاش می کنند که برای نوزاد عزیزتر از جانشون بهترین شرایط زندگی رو آماده کنند، یک بار در همون اوان کودکی بی هیچ دلیل منطقی نوزاد دلبند خودشون رو به زیر چاقوی جراحی می دازند تا کودک اولین شوک حاصل از دردناکترین خاطری زندگی رو در عمق وجود خودش حس کنه. خودآگاهی کودک در اون دوران هنوز در مراحل شکل گیری است و قدرت حس او و درک او در حال کسب اولین تجربیات شیرین زندگی است که ناگهان زخم و درد وحشتناکی از لطف پدر و مادر مذهبی خودش دریافت میکنه که اثر جبران ناپذیر اون تا آخر عمر در ناخودآگاه او باقی میمونه. بگذارید بچه بزرگ که شد، اگه هم دین شما شد، اگه خواست خودش ختنه کنه، اون وقت شوک روانی براش محسوب نمیشه. شما پدر و مادرها برای فرزندانتون پدر و مادری کنید، نه اینکه پدرشو در بیارید که طبق عقاید دینی شما این سنت پیامبر هست. دین خودتون رو برای خودتون نگه دارید، اون رو چاقو نکنید و به جان بچه‌تون بیفتید. شما اگر اون آدمایی که خیلی باور و اعتقاد مذهبی دارن که به نظر من داشته باشن، در همون دو سه روز اول که بچه متولد میشه به نظر میرسه با توجه به سیستم حسی و
حال کودک اون برش بهترین امکان بکنه. بعد از اون مسئله آفرینه، بعدم هیچ فایده بر این کار مترتب نیست. بسیاری از دوستان حرفشون این است که اگر این کار رو پرت و پلایی که یده آدم های دیندار بیمعنی تحقیقات اولیه کردن، حرفشون این بود که اونجا چون ممکنه به خوبی نظافت نشه بعدا ممکنه مشکل بود. خب معلومه چشم منم در بیاد، من چشم درد نمیگیرم، شما همه دندونای منو بکشید، من درد دندون نخواهم داشت. ولی این دلیل میشه که چون میخوام جلوگیری از درد دندون یا کرم خوردگیش بکنیم، ما باید دندونای همه رو در بیاریم. واقعا فقط آدم میتونه یه مقدار باورهای عجیب و غریب داشته باشه، فایده هم برش مترتب نیست. این که فرزند شما در بزرگسالی بدون اینکه دردی بکشه، چون در یه چارچوبی هست، دلش خواست به هر دلیلی که اصلا نمیخوام وارد بحثش بشه این کار رو بکنه، میتونه بره بکنه. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید، من زئوس هستم.